تاریده باد تاریکی از تاریک خانه تن. تاریکی شب بالد به خود زمانی که سیاه خوانند رنگش، که سیاهی در ظلمات روزگار دیو مردود بود به اسلوب تیرگی، خفقان بود و بغض، و در سیاهی شب خفاشان به خونخاری سلطه میرانند بر ارض و بومان از باب شومخانی. وعده ها بسیار داده دیو به تار و ماری اینم، لیک کلاغ هم شب پره می شود به قاموس دیو. دیو خواهد جغرافیای وسیعی به نام خیش کند تا آتیگانش نیز مخمور ارث او باشند، اما غافل است از اینکه تاریخ به حصر در آورد انقریب دیو و منقرض کند نسلش را که شوریست در مردمان این جغرافیا به جهت دیدار خورشید و زیستن در نور. اولین بار که قرار بود حضرت امام وارد ایران بشن، به دستور دولت وقت
دولت بختیار فرودگاه ها بسته شد. اون موقع ما در بهشت زهرا قرار گرفته بودیم، من یک گوشه نشسته بودم، یک مرتبه دیدم کسی داره به زبان انگلیسی صحبت میکنه و خبرنگارها باهاش در حال گفتگو هستن و اینها. وقتی برگشتم دیدم یک روحانی بلند بالایی کنار آیت الله طالقانی ایستاده و صحبت‌های آیت الله طالقانی رو برای خبرنگارها ترجمه میکنه و برای ما خیلی جالب بود که یک روحانی رو که ما معمولا روحانی رو با منبر و محراب و نماز جماعت و خطبه میشناسیم، اما یک روحانی بیاد با زبان دیگه سخن بگه برای ما خیلی تعجب‌آور بودش. وقتی پرسیدم کی هستش، به من گفتن آقای بهشتی هست و اولین بار بود که من مرحوم شهید دکتر بهشتی رو در اونجا دیدم. خاطره دوم من برمیگرده به خود آیت الله طالقانی. من خدمت آیت الله طالقانی رسیدم و گزارشی رو از دبیرستان‌های شرق تهران خدمت ایشون دادم. خب در اون حال هوای جوانی به ایشون گفتم که آقا میریزن تو مدارس و بچه‌ها رو میزنن. ایشون یه لبخندی زدش، گفتش که هیچ چیزی بی زحمت به دست نمیادش، سعی کنید زد و خورد نشه و بچه ها آسیب نبینن، اما بدانید لذت هر چیزی در این هست که اون چیزی که انسان برای اون میدهد. پس این دردهایی که شما میکشید برای این حرکتی که اسمشو انقلاب ما گذاشتیم و اینها، این خیلی ارزشمنده و این دردها بعدها تبدیل به این خوشحالیایی میشه که بعد ما در قالب انقلاب دیدیم که چه خوشحالی هایی برای این کشور و مردم ما ایجاد شد. چرا که رها شدن از یوغ یک حکومت فاسد. و شاید یه چیز رو بگیم، ما تحقیر تاریخی شده بودیم و تونستیم ملت هویتش رو پیدا کنه و به مسلمان بودن و ایرانی بودن خودمون در جهان افتخار کنیم و این ثمره انقلاب ما بوده که تونستیم هویتی را که از ما گرفته بودن دوباره پیدا بکنیم. تو عز و منتشا، خدا عزت میده به شخصیتی که بخواد ازش تعریف بشه، تقدیر بشه. این حرف خیلی حرف بزرگیه. یک رهبری که میدونه توطئه های مختلف براش چیده شده، یه رهبری که میدونه کوچکترین فرد میتونه بهش نزدیک بشه و با یه تیر کاری که با مهاتا گاندی کردن با ایشون هم بکنه، یه رهبری که میدونه هر لحظه امکان داره تو همون هلیکوپتری هم که نشسته اون هلیکوپتر رو بدوزن و ببرنش. اما چقدر اتکا به نفس باید باشه، چقدر اتکا به خدا باید داشته باشه، چقدر مطمئن باشه. اینجاست که ملت ما شاید هویت خودش رو باور کرد، چون رهبرش باور کرد که این ملت ملتی هست که میتونه بهش تکیه کنه. چون رهبران در دنیا معمولا تکیه‌گاهشون مردمشونه. و امام تا اون لحظه‌ای که آمد و تا لحظه‌ای که رفت همیشه تکیه‌گاهش بعد خدای مردم بودش و همیشه میگفت مردم. یادم هست یک لحظه، یک 30 ثانیه 40 ثانیه طول کشید تا از پایین اعلام کردن که هر کسانی که تو پشت بون مستقر هستن، مسلح غیر مسلح، همه بیان کف خیابون، بیان کف خیابون. صدا سیما رو گرفتیم، صدا و سیما رو گرفتیم. یادم روحانی جوانی با یه بلنگوی آژیردار هی فریاد میزد بیایید پایین، بیایید پایین. صدا و سیما رو گرفتیم، صدا و سیما رو گرفتیم، همه بیان کف خیابون. به رسم این نظم همه چیز دگرگون شد. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چه گلفشانی است این جغرافیای شیر نقش، و چه مستی هاست به ایثار این مردمان را.
تن چهره مردم شهر همه ی آیه غم الله الله تو بنایی برده ای خان یا الله قصر با قصر بنا حاکمش تشنه خون مردم شهر فقیر همه در بند و زبون شان قسمت گر بچشان خاک زمین همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین الله الله تو بنامی برده این در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت هان ای زن و مرد جامعه رن بپوش خلق بیدار شدن همه آماده جنگ اینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ الله الله همه آماده نزد بی حراس از زمنان نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان روزه بیا پس و جوان خوشنگ بیده پس نهان رسالت محمد پس و جوان از نهان گشت ایران و خرام آرزوهای مفال همه شد نقش برام الله الله تو فنایی برده ای کن یا الله کس نازادی و حق شد قیام زن و مرد نمسلسل نتفنگ چاره کار نکرد رمز پیروزی خلق از چون آهن ما این خون شهدا همه بر گردن ما الله الله تو بنایی برده ای خان یا الله الله تو بنایی برده ای خان یا الله الله تو بنایی برده ای خان یا الله انقلاب اسلامی پیروز شد، اما این پیروزی آنقدر دوام نداشت. کودتا، حمله های نظامی، آشوب های قومیتی، تحریم ها و خیلی هم مسائل رو دیدن انقلاب از روند خودش خارج نمیشه. رهبری انقلاب و مردم چنان با هم عجین هستن که به هیچ وجه نمیشه ضربه ای رو به اینها زد. دشمن از زاویه های مختلف، از توطئه های پشت پرده شروع کرد به برخورد نظامی. طرحی رو پیاده کردن به نام جنگ و از یک مزدورشون که دارای عقده های تاریخی از ملت مسلمان ایران بود استفاده کردن.
به نام صدام و در 31 شهریور 59 با بمبارون کردن مراکز حساسمون مانند فرودگاه ها جنگ رو شروع کردن. توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. دسیسه دشمن بیشتر شد، شروع کرد به گرفتن مرزهای خاکی ما، چون دیگه اثری نداشت حمله هوایی. انقلاب و مردم انقلاب انقدر جانفشانی کردند، انقدر از خودگذشتگی نشون دادن، انقدر هدفمند حرکت کردند، توطئه ها از مرز به وسیله نیروی نظامی شروع شد. شاید وهله اول همه ما در دلمون یک ترس ایجاد شد. ما جنگ ندیده بودیم، حمله های نظامی رو ندیده بودیم. دشمنی که به خاک من تجاوز کرده اومده، میخواد اهواز منو به زور بگیره، میخواد خوزستان منو به زور بگیره، خرمشهر منو به زور بگیره، وطن منو به زور بگیره. اما اون لحظه ای که پیر ما، مراد ما، امام روی صفحه تلویزیون قرار گرفت و این تعبیر بسیار بسیار ریز رو کرد، به جای اینکه بگه آماده باشید مردم، حالت فوق‌العاده مردم، فلان فلان فلان، از این حرفایی که معمولا در حملات زده میشه، اصرار و اینا، گفت دزدی آمد و سنگ انداخت و رفت. این سخن امام تمام اون چیزهایی رو که روانشناس‌های جنگی برای این جنگ تدارک دیده بودن که سه روزه تهران رو فتح کنن، همه رو نابود کرد. چرا؟ تعبیری بود که این بمبارون‌ها سنگی بود انداختن، نترسید. تعبیر دیگرش این بودش که صدام یک دزده، دزد هم در خانه‌ای که میاد برای دزدی نمیتونه بمونه، باید بره. Thank you.
شیر که به سطوح آمده بود از بازی بچه دیو، سلامت دید اندام خود و سر خیش مملو از شور. برخاست و قرید: این خاک مملو است از فدایان نور، این خاک کیمیا شده به دین سلام، این خاک مردانی را در خود میهمان دارد، ملکوتی آنقدر متوازند، آنقدر متوازند و نجیب که خاک را پسندیدند به سکنا. فراموش نکنیم مردان بزرگ بر فرش نشینند و بر عرش رانند و حقیر مردان عرش را مسکن خود خوانند. حالیا به فرش رزمنده ها به هم دیگه نگاه میکردن. ساعت از نیمه شب کمی گذشته بود. یادمه سربند های هم دیگه رو میبستیم. دقیقه ها شاید ساعت ها تو نگاه هم دیگه نگاه میکردیم، گریه می کردیم، در آغوش هم دیگه از هم دیگه حلالیت می طلبیدیم. خیلی مد بود. منو یادت نره، اون بر ما رو یاد کن. سلام ما رو به آقامون امام حسین برسون. واقعش این خود من به عنوان یک امدادگری که در پشت رزمنده ها می دویدیم و می رفتیم، باورمون نمیشد پامون رو به خاک خرمشهر گذاشتیم، باورمون نمیشد که تونستیم دشمن رو اینطور به ذلت و زبونی بکشیم. وقتی که میدیدیم از سنگرها بیرون میان، فیلماشو دیدین، صحنه ها رو دیدین، این زیرپوشاشون رو در میارن و نام امام رو میبردن و امان میخواستن، میگفتیم نکنه یه تاکتیک جنگیه، نکنه این میخوام ما رو گول بزنه و دورمون بزنن. خود من باورم نمی شدش. همه آماده بودن، همه منتظر بودن که صدایی از بلندگوها بلند شه، به اون صدا عشق نشون بدن، علاقه نشون بدن، از خودگذشتگی نشون بدن. ندایی بلند شد با رمز: یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب.
مرحله اول عملیات بیت المقدس شروع شد. این یه تعبیر بود که اون روز به کار می بردیم که مدرسه ما جبهه است، میز کلاس ما سنگره، قلم ما سلاحی که در دستمونه و تخت سیاه ما دشمنی هستش که روبرمونه و میخواهیم با این سلاح روی این تخت سیاه بنویسیم پای هر متجاوز به میهن اسلامی را میبریم. اینجا ایران اسلامی است، اینجا سرزمین کاوه ها، آری و برزن ها، سهراب ها و و و و و در نهایت ما فرزندان عاشورا هستیم. گفتنش سخته. 24 روز تلاش برای آزادی خرمشهر، 24 روز از خودگذشتگی، زخمی های طرف، شهدای طرف، عزیزانی که غرق در خون بودند اما عشق و علاقه شون نسبت به امام، نسبت به انقلاب اونقدر زیاد بود که سر از پا نمیشناختن. خرمشهر آزاد شد، تونستیم کنار اربن قرار بگیریم و اولین کاری که کردیم با آب اربن وضو گرفتیم. شاید برای من خاطره باشه، برای شما یه احساس و یه درک، یه معنا. یکی از بچه های شیراز تو میدون مین گیر کرده بود با سن 17 یا 18 سالگی، پای راستش از بالای رون قطع شده بود. تنها صحنه ای که خود من شاهد این صحنه بودم، نگاش میکردم، نه فریادی، نه دردی، نه کمکی، فقط میگفت ترسیدی؟ گفتم نه، یه مقداری. گفت جا نخور، چیزی نیستش، دوباره جا میندازیمش، تو فقط ببن که خون نیادش. خرمشهر رو آزاد کردیم، دل امامونو شاد کردیم. وقتی که رادیوها روشن شد و اعلام کرد خرمشهر شهر نخل‌های سوخته، شهر شهیدان، خونین شهر آزاد شد، همه اشک می‌ریختیم، همه خوشحال بودیم از اینکه قطعه ای از کشورمون که اشغال شده بود به میهن بازگشته. وارد خرمشهر شدم، هر کسی برای رسیدن به مسجد جامع خرمشهر سبقت میگرفت، همه علاقمند بودن در داخل مسجد جامع دو رکعت نماز بخونن. خدا رو شکر میکردیم که کاری کردیم که ملت خوشحال شدن و امام راضی شده و لبخند به لبان امام اومدش و امام یه حرفی زدش بسیار بالا که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. همه عزیزان با اون حالتهای روحانی، با چهرهای بسیار بسیار نورانی، هر کسی موقعیت خودشو میشناخت، در منطقه خودش قرار گرفته بود. یادمه زمانی که چشمم برای اولین بار به گلدسته ویران مسجد جامع خرمشهر و گنبد ویران مسجد جامع خرمشهر افتاد، مناره‌هاش شکسته شده بودن، تمام دیوارهای مسجد پر از جای گلوله و جای خمپاره، داخل حیات خون، عشق، صفا، ایثار، شهادت موج میزد. اونایی که نقاشی های قهوه خانه ای رو دیدن، پرده هایی که از کربلای امام حسین نقاشی میشه، ظهر عاشورا وقتی که ترسیم میشه، خون دست پای فرزندی به نام علی اصغر و دیگران، صحنه رو از شهدا، صحنه مسجد خرمشهر هم چنین شده بود. شهر آلوده، شهر پر از دود، نخلا همه سر بریده. کسی گم شده ای رو پیدا نمی کرد، کسی یارو هم سنگرش رو یاد نمی کرد. عده‌ای در خون خودشون می قلتیدن، عده‌ای
جانباز شده بودن، گوشه افتاده بودن، محراب غرق به خون بود، تمام مسجد پاره های تن این بچه ها ریخته شده بودش. همه در تلاطم این بودن که زودتر به مسجد جامع برسن، در مسجد اقامه نماز کنن، فریاد بکشن کجایی؟ کجایی این شهیدانی که؟ و این صحنه عاشورا رو برای همه ما تداعی میکردش و این صحنه صحنه بود که شاید گفت در طول تاریخ انقلاب ما شاید به ندرت اتفاق افتاده بود که چنین چیزی رو ما بتونیم به چشممون ببینیم.
که من خودت هم.